آمیران دوست، تبریک میگم بهتون بابت این تاریخ سازی و سوالاتم رو مطرح میکنم. بسیاری از منتقدان اعتقاد دارن تیم شما با توجه به زمان کمی که برای آماده سازی داشته و کاملا متفاوت با تیم دوره مقدماتی المپیک 2020 هست، جای کار زیادی داره. اما شما با داشته هاتون تیم قدر اردن رو شکست دادید. درباره این موضوع صحبت کنید که چطور تونستید 90 دقیقه اردن رو کلافه کنید و اجازه به گل رسیدن به مهاجمان خوب این تیم ندید. خب قبل از هر چیزی سلام میکنم به همه هموطنان عزیزم و هواداران فوتبال بانوان ایران. باید بگم با توجه به زمانی که در اختیار داشتیم، بهترین تصمیم این بود که بیایم روی نقاط قوتمون کار بکنیم و بیشتر تصمیم گرفتیم که ساختار دفاعیمون رو درست بکنیم و دفاع و ضد حمله رو در دستور کار قرار بدیم و از روی ضربات ایستگاهی به گل برسیم که فکر میکنم در دو بازی نشون دادیم که خیلی روی این قضیه کار شده بود. همونطور که میدونین بله، تیم اردن هم در رنکینگ از ما بالاتر هستش و با 18 بازی تدارکاتی به مسافه ما اومده بود، ولی خب خدا رو شکر بچه‌ها خیلی باهوش اون نکات تاکتیکی که بهشون گفته بودیم رو رعایت کردن و در نهایت همیشه اون تیمی برنده است که باهوش‌تر عمل میکنه. در اردوی آخر شما زهرا خاجلی و شبنم بهش رو نایهان از دست دادید. این دو بازیکن از اومدن به اردو امتناع کردن، دو بازیکنی که شما روشون حساب کرده بودید. درباره این گریز از این فشار و اون روزهای سخت برامون بگید. اما من 23 بازیکن جنگنده داشتم، 23 بازیکنی که با قلبشون برای تیم ملی بودن و در نهایت همه ایران دیدند که این بچه ها چطور دویدند و چطور افتخار آفرینی کردند. شما در دقایق پایانی بازی با اردن دست به چند تعویض زدید و همون نفرات ضربات پنالتی رو زدن که گل هم شد. سوالم اینه که آیا شما قبلا برای این پنالتی کشی تمرین کرده بودید و دلیل این تعویض‌ها همین بود؟ این سوال رو به این خاطر میپرسم که پیش از بازی برخی از خبرنگاران و رسانه‌ها میگفتن تیم ملی در جریان شرایط صعود نبوده و برای پنالتی کشی تمرین نکرده. بله اتفاقا تمرین کردیم، البته ما دو تا پلن داشتیم، اگر گل بزنیم یا گل بخوریم شرایط بازی رو به چه صورت پیش ببریم. میدونستیم که بازیکنهای خیلی خوبی رو نیمکت داریم و تقریبا میشه گفتش که 3 جلسه تمرینی در تاشکند رو ما اختصاص دادیم به ضربات پنالتی، هم برای گلرهامون هم برای کسایی که ضربه میزدن و دقیقاً به همین دلیل ما اومدیم نفراتی رو که مثل سنا صادقی، زهرا قنبری و با این بچه هم صحبت کرده بودیم که نیمه دوم اگر بازی به حالا شرایطی پیش بره که مساوی باشه و نیاز به پنالتی داشته باشیم، به خاطر اینکه تو تمرینات خیلی خوب پنالتی میزدن میان و پنالتی زنهای دوم و سوم ما هستن که خب خدا رو شکر به نتیجه هم رسیم. سال آخرم از شما اینه که تیم ملی تحت هدایت شما روی ملی بسیار خوبی داره. شعرهای حماسی و ملی که با بچه‌ها در مسیرها و تمرینات می‌خونید گواه بر این مسئله است. من می‌خوام بدونم هدف شما از این کار چیه؟ خب همه ما میدونیم ما ایرانی‌ها خیلی از نظر روحیه و انگیزه وقتی که همه با هم متحد هستیم میتونیم کارهای فوق‌العاده‌ای انجام بدیم و من با کادر فنیم البته بر این باور بودیم که اگر بتونیم روحیه جنگندگی بچه‌ها رو با همین سرودهایی که بچه‌ها دوست دارن، این چیزی بهشون القا نشده بود و هیچ اجباری بر خوندن این سرودها نبود، همه قلبی و واقعا با وجود این رو خوندن، فکر میکنم که خیلی تأثیر به سزایی داشتش. ولی در نهایت باید بگم ما یه بحث روحی روانی رو برای تیم داریم که خانم درودیان روانشناس تیم خیلی به ما کمک کردن، ولی از طرفی هم بچه ها واقعا همه متحد بودن و میخواستن به خاطر حمایت هایی که از کل جامعه ایران گرفتن میخواستن که به این پیروزی و به این موفقیت برسن و خوشحالم که این اتفاق افتاد و این صعود تاریخی اتفاق افتاد که همه مردم ایران شاد باشن.